سلام همیهنان، من علی سپهری برادر فاطمه سپهری هستم. بعد از عمل جراحی قلب باز خواهرم در 26 مهر از بیمارستان ترخیص و به خانه اومد، اما مامورین جمهوری اسلامی روز 27 مهر در خانه خواهرم رو بازداشت و به زندان وکیل آباد منتقل کردن. خانواده از وضعیت فاطمه سپهری بی اطلاع بودن تا اینکه سه شنبه 2 آبان توانستم با او ملاقات کنم. پس از بازگرداندن فاطمه سپهری به زندان، شورای انضباطی زندان حکم به قطع تلفن و ملاقات وی را تا آخر بهمن ماه سال جاری دادند، اما به دلیل وخامت حال فاطمه سپهری امروز اجازه ملاقات دادند. حال فاطمه سپهری در ملاقات با خانواده بسیار بد بوده، به نحوی که قادر به نشستن نبوده و به دلیل فشارهای زندان و کیفیت بسیار بد غذا، خواهرم در تقریبا 1 هفته گذشته غذا نخورده و تنها با خوردن چند دانه خورما در طی روز فقط دارو مصرف میکنه. فاطمه سپهری به دلیل داروهای خواب‌آور مدت زیادی رو در خوابه و در طی ملاقات خواهرم توضیح داده که روز شنبه گذشته مسئولین زندان برای بازدید آمدن و زمانی که خواهرم از مسدود بودن پنجره‌های اتاق و بوی بسیار بد داخل اتاق به دلیل انسداد سرویس های بهداشتی شکایت کرده، هادی اسماعیل زادگان سرپرست زندان مرکزی مشهد تنها با خنده های بلند به خواهرم توهین و او را مسخره میکنه، به نحوی که حال خواهرم بدتر شده. از سوی دیگر، از آذر ماه سال گذشته خواهرم برای تلفن زدن به خانواده بایستی به اتاق لیلا رامینفر مسئول بخش زنان زندان وکیل آباد مشهد مراجعه کنه و هر گونه صحبتی به جز احوال پرسی تلفن خواهرم رو قطع میکرد و به همین دلیل خواهرم دیگر تلفن نمیزد. در طی عمل جراحی به دلیل گرفتگی 2 رگ قلب 2 رگ از پاهای خواهرم برداشته شده و به همین دلیل راه رفتن برای خواهرم بسیار سخت است. فاطمه سپهری از رژیم غذایی مناسب و محیط بهداشتی در زندان محروم است و به دلیل نحوه برخورد مسئولین زندان در شرایط پر از استرس و فشار روانی نگهداری میشه. در ملاقات امروز با برادرانم حسین و محمد در زندان وکیل آباد، آنها از اینکه بلا تکلیف هستند در زندان ناراحتند و همچنین از شرایط وخیم خواهرم بسیار نگران هستند و هر گونه صحبتی که در مورد خواهرم از زندان داشته باشند تلفنشون رو قطع میکنند. علی خامنه‌ای و مسئولین جمهوری اسلامی با نگه داشتن خواهرم در این وضعیت به دنبال حذف فیزیکی فاطمه سپهری هستند. ممنونم.